خیلی خوشحالم میبینمت در برنامه امروز بعد از مدت‌ها. برای ما توضیح بده که اول از این حضور نیروهای دریایی در حقیقت در آب‌های خاورمیانه برای ما بگو و همینطور از عبور این ژنرال. این بزرگترین سیگنالی است که تا حالا ما دیدیم دولت بایدن فرستاده است از لحاظ نظامی به جمهوری اسلامی. همیشه در اینجا حداقل در کنگره آمریکا جمهوری خواهان خیلی انتقاد میکردن از دولت بایدن و میگفتن که دولت بایدن اتکای زیادی به دیپلماسی داره، پشت سر هم سعی میکنه وزارت خارجه استفاده کنه، از آقای رابرت ملی، از انتونی بلینکن سعی کنه یک جوری توافقی به جمهوری اسلامی برسه. این اولین حرکت نظامی دولت بایدن است که مطبوعات آمریکایی میگویند از زمان جنگ جهانی دوم سابقه ندارد که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا قرار باشه برن روی عرشه ناوهای در واقع کشتی‌های تانکرهای نفتی و از اونها حفاظت کنن، در حالی که دارن از توی تنگه هرمز عبور میکنن یک آبراه تنگ و باریک که آمریکایی‌ها میگویند از این به بعد تانکرهای نفتی اونجا اسکورت خواهند کرد. قوی‌ترین سیگنالی است که تا حالا دولت بایدن همونجور که گفتم فرستاده است از لحاظ نظامی، به این معنی خواهد بود که اگر جمهوری اسلامی بخواهد در آینده هر کدوم از این تانکرها رو توقیف کند یا واسهشون دردسری درست کنه، مستقیما با ارتش آمریکا درگیر خواهد شد. نکته دیگری که مطبوعات آمریکایی بهش اشاره میکنن، به خصوص نشریه پاپولار مکانیکس که توضیح داده از تمام اون تمرین هایی که دارن الان این تفنگداران انجام میدن، چه تمرین هایی انجام میدن برای یافتن خلبان هایی که ممکنه سقوط کرده باشن، عملیات نجات برگزار میکنن، تمرین میکنن، تمرینات مربوط به نجات دادن غیر نظامی ها از تو کشتی، حمله به کشتی، دفاع از کشتی، و چه سلاح هایی استفاده میکنن، چه نوع هلیکوپتر هایی، چه نوع موشک انداز هایی. همین جنرال مایکل اریک کوریلا رئیس سنتکام که الان ما میشنویم که 3-4 روز پیش از تنگه هرمز سوار بر یک ناو موشک انداز عبور کرده است، اون خودش یک سیگنالی است که مشخصا ایشون خواسته است سنتکام بفرستد اینکه الان آمریکا چه قابلیت های نظامی در منطقه دارد. و مطبوعات آمریکایی میگویند اولین گردانی است، این گردان 26 دریایی هوایی از نیروی دریایی آمریکا که اجازه دارد بدون اینکه از مقامات بالاتر خودش اجازه بخواد کسب کنه وارد درگیری نظامی بشه هر جایی که صلاح بدونه. خیلی ممنونم از آرش علایی، مثل همیشه کامل و جامع توضیح دادی برای من و بینندگان. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا.